اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث جاه‌طلبی که جاه‌طلبی در رای اقسامی از نظر حکم فقهی صحبت میکنه، این جاه‌طلبی اگر برای در چیز باشه، در عبادات باشه و این ریاکاری میکنه که بین مردم نفوذ پیدا کنه، این حرام دیگه که آدم عبادات بجا بیاره برای جاه‌طلبی، و حرام خیلی موقتی که شرک اصغر میشه، نه شرک اکبر که مبالغه نشوه. شرک اصغر که آدم نماز برای دیگرا بخانه و صدقه بده که مردم ببینه که این جاه‌طلبی میکنه. با فکر فقیر نی، اگر فقیر در یک کوچه خلوت به یه بگوی پول بده نمیده، ولی وقتی که پیش چند نفر باشه پول میده، جاه طلبی میکنه. صدقات جمله مستحبات عبادیه، حرام میشه این ریاکاری و شرک اصغر. این یکی. اگر چنانچی در توسلیات باشه، واجبات بر دو قسم دیگه در یک تقسیم، یا عبادات ها که قصد قربت می خواهد، یا واجب توسلی که قصد قربت نمی خواهد. بسوات واجبات توسلی اگر او باشه، او گفتگویه که آیا ریا، خودش یک بحث فقهیه، به اخلاق مربوط نیه، که آیا ریایی که در فقه حرامه در عبادات حرامه، یا توسلیات هم شامل میشه. در فقه خیلی روی زی توجه نشده اصلا، گفت با یعنی آدم مطمئن نمیشه. اقلا بگویم احتیاط واجب ایه که آدم باید ریاکاری نکنه، هم در واجبات عبادی هم در واجبات توسلی. غرض اگر در واجبات عبادی باشه که یقینا حرام جاه‌طلبی، جاه‌طلبی که در درس گذشته خواندیم از نظر اخلاق، ای اگر در عبادات صورت بگیره از نظر فقهی حرام هم است، و اگر در توسلیات باشه اشکال داره. اونم ممکنه بگویم که بنابر احتیاط واجب حرامه، ولو توسل جاه‌طلبی مظهرش یک واجب توسلی باشه. و اگر برای تحکیم فضائل اخلاقی و حفظ شعائر دینی کار کرده، به قصد مربوط میشه، خود مطرح میکنه، صحبت میکنه، موعظه میکنه، قصدش خودش نیه، جاه‌طلبی برای شخصی نیه، برای حفظ شعائر اسلامیه، مستحب، کار خوبیه. اگر داخل امر به معروف و نهی از منکر شه، واجب میشه. و اگر برای اقامه خدا در روی زمین، امر به معروف نهی از منکر، و برای اقامه دین خدا در روی زمین باشه، جاه‌طلبی واجب میشه. پس یا حرام یا واجب یا مستحب جاه‌طلبی، منتها غایتش فرق میکنه. یک جایی از که آدم باید جاه‌طلبی کنه، باید برو صحبت کنه، خودم مطرح کنه، پشت سر ای جاه‌طلبی برای خود نمیکنه، برای حق میکنه، برای دین، برای مردم، مردم مظلوم، ستم کشیده، مستضعف، ای میره جاه‌طلبی میکنه. قصدش اوی خودش نیه، کار خوبیه دیگه، اصلاحات میخواهی به وجود بیاره، ای کارم خوب نیه. نه جاه‌طلبی برای نفس خوبه، از او طرف او هم زشت از نظر اخلاقی، ای هم زشته که آدم خمول داشته باشه، هیچ کار نمیکنه، مر به کار مردم چیکار. من نمیخوام که نامیم گرفته شوه، نامی مر نگیریم، این خموله، این هم زشته، آدم حد متوسط میره. اگر اهداف عقلائی پیدا شد، جاه‌طلبی میکنه برای خدمت به مردم. اگر همینایی که حزب درست میکنن، را پیمایی میکنن، اینم یک نوع جاه‌طلبیه. اگر واقعا برای حفظ خودش، برای تحصیل اغراض سیاسی خودش نباشه، برای مردم باشه، کاری خوبیه، مستحبه، حقوق مردم از یک حکومت مستبد میگیره، کاری خوبیه. آدم باید خمول نکنه در اینجا، برو.
و اما اگر برای خودشیه نه، و جایز نیه، یعنی مکروه. اگر در ضمن ریاکاری در عبادت باشه حرام میشه. اهدافش فرق میکنه از نگاه فقهی، از نگاه چیز اخلاقی. جا طلبی بدون یک غرض عقلایی کار بدیه، زشته. خلاص از نگاه فقهی دیگه بعد احکامش فرق میکنه که امروز خدمت شما عرض کردم. تمام شد. ششم، بغض معصیت. ای خودش خیلی خوبه که آدم با معصیت دشمنی داشته باشه. بغض ای از لازمی ایمان انسانه. عاشقم، مشاعر میگه، میگه عاشقم بر حب و بر قهرش بجد. ای عجب من عاشقی این اردوزد. اگر مرا ناخوش کنه، ناخوشی او که او مرا ناخوش کنه، ناخوشی او خوش بود بر جان من. دل فدای یار، دل رنجان من. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح. تا دم مردم اگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، انچی در سر سویدای بنی آدم از اوست. بالاترین درجه کمال انسان، همین یک قدری به درد میخورم، مهمم است. بالاترین درجه کمال ایمان انسان و ارتفاع مؤمن محبت به خدای، که آدم خدا را دوست داشته باشه، به خدا علاقمند باشه، محبت داشته باشه. این محبت عاطفی نیه. یکی آدم خویشاوند دوست داره، زن شوهر خود دوست داره، شوهر زن خود دوست داره، پدر و مادر فرزندان خود دوست داره، فرزندان پدر و مادر دوست داره، محسن و الی محسن دوست داره. یعنی یک نفر به تو احسان میکنه، کمک میکنه، حتما با او محبت پیدا میکنی. او به تو محبت پیدا نمیکنه، او ممکنه که از نظر عاطفی به تو بده، دلش سخته بهت میده، ولی وقتی که پول به تو بده، یک دف دو دف سه دف، چی بخوای چی نخوای محبت پیدا میکنه. وقتی که چی علی پول باشه، درس باشه، علم باشه، هر چی باشه، قارن آدم به او طرف محبت پیدا میکنه. ای محبت به خدای نمیتوره. تمام نعمت ها از خدای، خود اصل وجود ما از خدای. کائنات امر مظاهر رحمت گرفته، آخرت هم امیتوره. خوب آدم به خدا یک دیگه بالاتر ازیه، بالاتر ازیه که بخاطر نعمت های خدا نیه. خدا کمال مطلق. ببین یک دفعه محبت معاطفیه به ما کمک کرده. من میدانم که امی سلامتی فیلیم، امی حیات و عمر ما که الان ما زنده ایم به این 80 سال، هم از خدای با خدا محبت میکنم. این خوبه، ولی مرتبه پایین محبت عاطفیه. او به من نعمت داده، خیلی جا ما میخواستم کشته بشم، خدا جلوگیری کرده. به خدا محبت پیدا میکنیم، دعفه بلا بوده، خدا بلا را دفع کرده. خیلی جا من عیس لایت سب، خدا روزی داده به انسان. آدم به خدا محبت پیدا میکنه مؤمن. این محبت خوبه، خیلی خوبه، ولی بعضم پایینه. مرتبه بالای محبت یک چیز دیگه هست. اونایی که درس میخوانن، اونایی که خداشناس میشن، اونایی که علم کلام میخوانن، فلسفه میخوانن، اونایی که علوم تجربی میخوانن، محبت پیدا میکنن به خدا. به چی؟ به کمال خدا. به نظر ما علوم تجربی
به مراتب بالاتر از فلسفه و از علم کلامه. علم کلام به طور قطعی وجود خدا را ثابت میکنه، وجود خدا را ثابت میکنه، علمش را ثابت میکنه، قدرت لایتنائی را ثابت میکنه، اما محبت بنده نمیایه، من خدا هست. فلسفه ما میتوره، فلسفه ما میتوره. وجود خدا و صفات خدا را از رای عقل به طور قطعی ثابت میکنه، ولی ای ثابت کردن یک شی با محبت ملازمه نداره. ما و شما الان محسوس میدانیم که اینا موجوده، این همی ساختمانی که زیرش نشستیم، تالار سخنرانیای حوزه، علاقه و محبت نداریم که بیایم برای حفظ ای جا جان خود فدا کنیم. موجوده، بخند کیست، ساختمان موجود، نه خنده داره، نه خوشی داره، نه محبت داره. خیلی میبینیم فرشا موجوده، این گل مصنوعی که سر و کلش خراب شده اینجا موجوده، چی محبت داره؟ تصدیق به وجود، فلسفه و کلام فقط اینمی ثابت میکنه وجود و صفات خدا را. عقلی محبت نمیاره. محبت از دو رای دیگه پیدا میشه، خاص عام. رای عامش علوم تجربیه. ما به نظر من دانشمندان و متخصصین علوم تجربی اگر ایمان به خدا و محبت نداشته باشه، به نظر من از حیوانات هم پستر میشه. چطور وجدانش قبول میکنه که ای با خدا عاشق خدا نشوه؟ در چیز، در علوم تجربی، فیزیک، شیمی، کیمیا، زمین شناسی، عرشوت، نجوم و بیولوژی، جیولوژی و علومی که منافع ازار بیان میکنه، یا او سه قسم میشه، اعضای انسان یا حیوان یا نبات. فیزیولوژی میگن، یعنی به نظر ما کسی که فیزیولوژی را میخانه و عاشق خدا نمیشه دیوانه، بیوجدانه. خود به خود آدم عاشق خدا درست میکنه. این منافعی که در بدن ما هست، که تمام اعضای بدن ما چی منافع داره، در حیوان فیزیولوژی نباتی فواید نبات بیان میکنه و اجزای بدن نبات بیان میکنه، آدم پاک عاشق میکنه. چرا عاشق میکنه؟ چون ما فطرتاً عاشق کمالیم. اما آدمی که هیچ کمال نداره، اگر بهش بگوی بی کمال، بعدش میایه می که یک ذره کمال نداره. اگر بگوی بی کمال، بدش می آید، فطرتش قبول نمی کنه. امی مردم عوام که علما را دوست داره به خاطری نمیه، میگه نه با کمالن. حالا او اعتقادش مطابق واقعه، مخالف واقعه، او دیگر فیه. غالبا ای که احترام میشه علما در جامعه، در هر جامعه، بگی مخصوص به مسلمانان نیه، همه جا، به خاطر یکی طرف اعتقاد پیدا میکنه که ای کمال داره، از ما بیشتر کمال داره، آدم رو احترام میکنه. این فطری انسان. او خدایی که کامل و مکمل کمالات و تمام کمالات کائنات از او صادر شده و خودش، ذاتش، صفاتش، افعالش همه کامله، او معشوق مطلق انسانه، دوست داره کماله. چی رسه که کمال کمال مطلق باشه، کمال لایتنائی باشه؟ انسان مطلق کمال دوست داره. چی رسه که مطلق کمال نباشه، کمال مطلق باشه، کامل خیلی دوست داره. قهرن در مقابلش خضوع میکنه. سجده ما برای خدا در حقیقت این خضوع و تسلیم شدن در برابر کمال مطلق.
کمال مطلق یک فرد داره، خدای مطلق کمال در کائنات هم پیدا میشه، در مخلوقات هم پیدا میشه. پس اصل محبت از کمال پیدا میشه. آدم کمال دوست داره، بالعرض کاملم دوست داره، ما علم دوست دارم، اصل اول و بذات او را دوست دارم، چون میبینم این علم در نفس تو هست، تو را دوست دارم بالعرض. و الا ما به انسان فطرتا کمال دوست دارم. این در فطرتشیه، این استدلال نمیخواه. یک مقدسترین غریزه امیه. او وقت به امی اساس آدم خدا را دوست دارم. این غیر از وجوب ایمانه که به خدا ایمان بیاری، به او تسلیم شوی، اونا فروعات قضیه، ریشه قضیه نمیه که آدم فطرتا خدا را دوست داره. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خلقت تبدیل نمیشه، فطرت ما تبدیل نمیشه. خدا را دوست داره، از دوستی خدا شوق به تحصیل رضایش پیدا میشه. میگه عاشقم بر حب و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این ارد و زد. یعنی هم غضب خدا رو دوست دارم، هم چیزه محبتش، هم محبوبش رو هم مبغوضش رو، چون اوی از اویه. یعنی مبغوض برای منه، نه که برای خدا باشه. این محبوب خدایه. این مرض آمده، من مریض شدم، خدا داده، خدا در تکوینن این را دوست داره. دوست نمیداشت که خلق نمیکرد این درده. این محبت تکوینیه. میگه عاشقم بر حب و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این ارد و زد. ناخوشی او خوش بود بر جان من، دل فدای یار دل رنجان من. از محبت به خدا محبت اولیای خدا پیدا میشه. میچکه، ترشح میکنه، من احب شیئا احب آثاره. این دنیا اثر خدایه. عاشقم بر همه عالم، که همه عالم زوست، به او برمیگرده. دوست شرم دوست داره، دشمن شرم دشمن داره. از همون محبت به او پیدا میشه. اینا یک چیزای حسیه. تو پدر خود دوست داری، دوستای پدر خودم دوست داری، دشمنان پدر خودم دشمن داری. اینا ترشح میکنه از همون محبت به خدا، محبت به پدر. هرچه که به پدر و مادرت نزدیکتره، اونا رو بیشتر دوست داری. از خالر دوست داری، عمر دوست داری، اینا به پدر و مادرت نزدیکه. باز از او پایین تر که بیایی که از مادر و پدرت دور میشه، پسر خاله، پسر عمه، اونا رو دوست داری، کمتر از عمه و خاله. مراتب داره. کائنات همه میتوره. آدم دوست داره. خب کم کم او چیزایی که تو دو خدا را که دوست داری، او چیزایی را که خدا مثلا دوست نداره، دوست نداره در عالم تشریع، نه در تکوین، در تشریع دوست نداره. معصیت دوست نداره خدا. تو هم باید او را عداوت با او داشته باشی. طبیعیه دیگه. او منفور معشوق توه، منفور محبوب توه، طبعا پیشت منفوره. تو اگر معصیت دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی، من ایسی انه او معصیتون، معلومه که تو به خدا ایمان نداری، خدا را دوست نداری. تو علی ایمان جد غیر از محبته. ما در مورد ایمان صحبت نمی کنم، او باسه کلامی و فلسفی میشه، ما باسه اخلاقی میکنم. در عالم تشریع خدا کارای معصیت دوست نداره، تو هم باید مخالفش باشی. ممکنه یک وقت شهوت بر تو غالب شو و بالعرض موقتا او کار بکنی، دوستت با او علاقه پیدا کنی به حرام، لیکن اگر ای محبت به خدا داشته باشی، او محبت به حرام از دلت میره، با او بغض پیدا میکنی. اخلاق
از افعال صحبت نمی کنه، از صفات صحبت می کنه. میگه بغض معصیت نیکویه. از نظر اخلاق آدم باید با معصیت دشمن باشه، با گناه دشمن باشه، با ظلم شدن بر مردم باید مخالف باشه، راضی نشه و به او چیزی که خدا راضی نیه، علاقه پیدا نکنه با او چیزی که خدا او را دشمن داره، دشمنی پیدا نکنه با اون آیه که خدا اونها را دوست داره. دشمنی با اولیای خدا تقریبا برمیگرده به خود خدا. دشمنی مؤمنم جایز نیه، مؤمن محبوب خداست. ممکن یک مؤمن کاری بد کنه، عمل شر دشمن داشته باشه، خود شر نه. این محبت ها ترشح میکنه. ببین این خیلی لطیف میگه، این شاعر خیلی لطیف میگه. امر رو زعید چیز میکنه، تمثیل میزنه، قرض زو لیلا نیه، خدایه. میگه امر رو علی دیار، دیار لیلا، ما عبور میکنم، میگذرم بر خانه های لیلا، در او خانه هایی که لیلایه، محبوب میه، معشوق لیلا نوزن، لیلا کنایه از مطلق معشوقه، محبوبه. امر رو علی دیار، دیار لیلا، ما عبور میکنم بر خانه ها، خانه لیلا. و قبل و ذل جدار و ذل جدار، ای یک ذاب اسم اشاره، ذا ما نداره در عربی، یکی به معنای اشاره هذا، ذاک ذالک اشاره، یکی ذا به معنای صاحب میایه، ذو علم و انه لذو علم، یعنی صاحب علم. ایزا در ایشه بر دو معنیش به کار رفته، دو دفع تکرار میکنه. یک اقبلو و امرو علی دیار، دیار لیلا، اقبلو زل جدار، او دیوارم میبوسم، و زل جدار صاحب دیوارم میبوسم که لیلا باشه. ولی ای دو بوسیدن فرق میکنه، فرق میکنه زمین تا به آسمان. و ما حب و دیار شغفن قلبی، دوستی ای خانه ها مرا به خود خوشحال نکرده، من مشغوف به ای خانه ها نیم، که خانه خوب خانه خیلی جاست. ولیکن حب من سکن دیارا، و در واقع او کسی که در این خانه ساکنه، من او دوست دارم، از دوستی ساکن خانه، خانه رم دوست دارم. من احب شین احب آثاره، اینمه تو میشه. این میایه محبت انبیا، محبت اولیا، محبت مطلق مومنین از محبت خدا ترشو میکنه. تمام این سلسله رو دوست داره. آدم هیچ وقت به هیچ شرایط مقتضای ایمان انسانیه که با دشمنان خدا دوست نمیشه. اما تولا و تبرار مراعات میکنه. هرچی که او دشمنتر باشه، آدم باید با او بیشتر مخالفت کنه. این حب و بغض از ایمانه. در بعضی روایت های معتبر کافی از امام سوال میشه که آیا حب و بغض از ایمانه؟ نمیگه که بله حب و بغض از ایمانه، این نمیگه. میگه علی الحب الا الایمان، مگر محبت غیر از ایمان چیزی دیگریه که سوال میکنی؟ ایمان همی که خدا را دوست داری، اینی ایمانه. ای که یک نفر مؤمن دوست داری، ای که قرآن دوست داری، ای که مسجد دوست داری، دوستی دو از خدای به خدا برمیگرده. نگل ایمان و الا الحب، نیست عشق فرقی در میان حب و عشق، شام در معنا نباشد جز دمشق. بازم باید در این مورد صحبت کنیم، بسیار بحث مفیدیه. والحمد لله رب العالمین.